دوستان و بینندگان عزیز سلام، خوشحالم که به لطف خداوند بار دیگر به همراه ساریک عزیز مهمان خانه های شما هستیم و امیدواریم که شما هم در سلامت و آرامش باشید تا بتونید به پای برنامه ما بنشینید. ساریک جان با تشکر از حضور عزیز شما، در برنامه گذشته اشاره کردیم به مسئولیت هایی که ما نسبت به همدیگه داریم، ما در خانواده یا کلن به عنوان بدن عیسی مسیح، چون قراره که زندگیمون طبق زندگی باشه که این بدن سالم باشه، و اشاره کردیم به مسائلی مثل این که با همدیگه مهربون باشیم، رحیم باشیم، همدیگر رو ببخشیم، همدیگر رو اکرام کنیم، احترام کنیم، دیگه این که همدیگر رو نصیحت کنیم، تعلیم درست بدیم و متحمل هم دیگه باشیم در محبت. و امروز هم بیایم که این میتونیم این مسئله رو یه مقدار بازتر کنیم و اشاره به یه موارد دیگه هم بکنیم تا ببینیم که مسئولیت های ما نسبت به هم دیگه چیه تا در این مسیر رشد بتونیم سالمتر به پیش بریم. میخوام از رومیان باب 15 یا آیه رو قرائت کنم که کلام خدا میگه یکدیگر را بپذیرید چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. پذیرش همدیگه چقدر مهمه در کلام خدا. پذیرفتن هم یعنی این که با فروتنی دیگران رو همونطور که هستند قبولشون کنیم. بعض وقتا اینقدر ممکنه خودخواه بشیم که دوست داشته باشیم مردم عوض بشن، مثل ما بشن که دوستشون داشته باشیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، ولی کلام خدا میگه همونطور که هستند مردم رو، دیگران رو بپذیرید و دوستشون داشته باشید. منتظر نشین که حتما مطابق سلیقه شما رفتار کنن یا همون اخلاقی که شما دارین داشته باشن که باشون رابطه ایجاد کنید، بلکه هر طور که هستند اونها رو بپذیرید با تمام نکات مثبت و منفی که دارند اونها رو محبت کنید. گاهی وقتا شخص به قدری همونطور که گفتم خودخواه میشه که فقط خودش رو میبینه و فکر میکنه که من چقدر کاملم و دیگران کی هستن که اونا رو قبول کنم. مخصوصا در زندگی خانوادگی گاهی وقتا میبینیم که بعضی از اختلافاتی که بین بگیم اختلاف طبقاتی یا تحصیلاتی و اینجور چیزا که هست خیلی مشکل ساز میشه. مثلا شوهر مدرک لیسانس داره، خانم دیپلم، و هی مرتب سرکوف میزنه که تو باید بخونی برسی به اون جایی که من رسیدم که من به تو رو قبولت داشته باشم، و الا اصلا قبولت ندارم. بله. یا دیگه چی میتونیم مثال بزنیم؟ از نظر مالی، مادی. درسته، مالی ممکنه توی از نظر خانوادگی پیشینه‌ای که دارن توی سطح نباشن و نتونن همدیگر رو بپذیرن، ولی کلام خدا ما رو دعوت میکنه که یکدیگر رو بپذیرید چنان که مسیح هم ما رو پذیرفت برای جلال نام خدا. آمین. و همینطور کلام خدا ما رو دعوت میکنه تا جایی که میتونیم نیکی کنیم. در اول تسالونیکیان میخونیم که با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی باشید. بله بله، چقدر قشنگ. درسته که نجات ما از طریق اعمال نیکو نیست، ولی اعمال نیکوی ما میتونه ثمره و میوه نجات ما باشه. پس کلام خدا هم میگه که در نیکو کردن همیشه قدم برداریم و پیش قدم باشیم. آدمای مهربان اصلا ساریک جان همیشه خودشون دوست داشتنیان، دوست داشتنیان، و خودشون هم همیشه یه فرصتی پیدا میکنن که به افراد دیگه محبت کنن، نیکی کنن و اونها رو خوشحال کنن. پس همینطور در یعقوب میخونیم که میگه هر که نیکویی بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. پس گناه فقط انجام دادن کار بد نیست. اگه کار خوبی هست که میتونیم انجام بدیم و انجام نمیدیم، این خودش گناهه. و کلام خدا چقدر با حکمت ما رو مجبور میکنه، حکم میکنه که نیکویی کنیم، مردم رو خوشحال کنیم، و اینکه اصلا نیکویی کردن ایمان در عمل. آمین. ما چطور میتونیم بگیم که ایمان داریم؟ در اعمالمون، و نیکویی خودش از کارهایی که ثمره نجات نجاته و شاهد اینه که ما ایمان داریم.
و در واقع واقعا حقیقت داره که ما با نیکویی کردن خداوند رو به مردم معرفی میکنیم. آمین. و مردم میتونن محبت خداوند رو، دست و دلبازی خداوند رو، نیکی خداوند رو با نیکویی های ما، اعمال نیک ما ببینن. قشنگ ترین قسمت نیکوکاری همینه که شما فرمودید. مسیح گفت بگذارید مردم کارهای نیک شما رو ببینند و پدر آسمانی رو تمجید بکنند. خدا رو شکر. و یک چیز دیگه این که با یکدیگر فروتنی رو بر خود ببندید، یعنی مثل یک کمربند فروتنی رو بر خودمون ببندیم و اینقدر خودخواه و مغرور نباشیم. کلام خدا میگه کلن این آیه این رو میخواد نشون بده که اینقدر از کمالات خودتون، از اون استعدادها و توانایی های خودتون که دارین و واقعا هم دارین، اینقدر جار نزنین، شیپور نگیرین دستتون، مرتب بگین من این استعداد رو دارم، این توانایی رو دارم، ولی دیگران چیز خاصی ندارن. کلن شخصی که هی جار میزنه از موقعیت شغلی خودش، از توانایی های خودش، کسیه که دیگران رو نمیبینه. مثل این که فقط خودشه که اینقدر چیزای برجسته درش هست و دیگران خیلی تحقیر میشن در نظر اون. کلام خدا میگه با فروتنی مردم رو احترام کنید و مثل کمربند این فروتنی رو بپوشید، خوبی های دیگران رو ببینید و اینطوری اونا رو احترام کنید. کلن چقدر چیزای جالب قدیمی ها گفتن که هرچه درخت پربارتر باشه سرش آویزون تر میشه. من ندیدم درختی رو که همینطوری بره بالا و پر میوه باشه، امکان نداره. درختایی که زدن رفتن بالا چندین متر همشون بدون میوه هستن. پس عزیزان اگه میخواییم که میوه های ما دیده بشه، چقدر خوب میشه که فروتن باشیم و بدونیم که فروتنی باعث میشه که مردم خداوند رو بشناسن از طریق ما. یه مسئله دیگه که من خواستم اشاره کنم، مسیح در باب 17 انجیل یوحنا چقدر زیباست، وقتی برای شاگردان دعا میکنه و بعد برای شاگردان آینده، ایمانداران آینده که ما هستیم، و میگه که خداوند دعا میکنه که تا با همدیگر یک گردند، چنان که من و تو ای پدر یک هستیم. و این دعایی که عیسی مسیح کرده و ما که حالا در کلیسا هستیم و در بدن مسیح هستیم و عیسی مسیح سر این بدنه، قراره که به دعای مسیح احترام بذاریم و در کلیسا با هم یکی باشیم، با هم اتحاد داشته باشیم. و اگه بخوایم بر ضد همدیگه باشیم، هم به دعای خداوندمون بی احترامی کردیم و هم کلام، حکم کلام رو زیر پا گذاشتیم و هم باعث ناسلامتی بدن میشه و تفرقه و تفرقه. واقعا در اتحاد همه چیز بنا میشه، ولی در اختلافات و در تفرقه اون چیزی هم که ساخته شده از هم فرو میپاشه. پس برای سلامتی بدن مسیح و برای احترام کردن به دعای اون، باید هم در کلیسا با هم باشیم، هم در خانواده با هم باشیم، اتحاد داشته باشیم. آمین. و واقعا اگر عیسی مسیح میخواست میتونست دعا کنه که خداوند به ایمانداران آینده قوت شفا بده، قوت اخراج دیوها رو بده، ولی اینا رو نخواست. نخواست. مسیح گفت تا با هم یک گردن. و واقعا چقدر خوبه، چه دعایی که ما هم گوش کنیم و فروتنانه همونطور که شما اشاره کردی با هم یکی باشیم و با هم اتحاد داشته باشیم. اجازه ندیم که شیطان رخنه کنه به کلیسا و باعث تفرقه بشه. یک آیه بحث‌انگیز را من دوباره میخونم اینجا، از یعقوب باب 5 آیه 16 که میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید. این دیگه خیلی به نظر من آیه مشکلیه، ولی باید انجام بدیم، اطاعت کنیم. و خیلی مشکل‌تر این که تو خونه اینو اجرا کنیم، مخصوصا زن و شوهر نزد یکدیگر به گناهان هم اعتراف بکنن و واقعبین باشیم نسبت به اون اشتباهاتی که انجام میدیم در طی روز، نسبت به اون کم و کاستی‌هایی که اتفاق میفته بین ما، واقع بینانه. اگه اشتباه از ما بوده، حتی اگه به نظر من ممکن باشه در حضور بچه ها، درسته، اگه دعوای ما، بی احترامی ما نسبت به یکدیگه در حضور بچه ها اتفاق افتاده، چقدر خوب میشه که اعتراف به گناه ما هم در حضور بچه ها باشه و اونا ببینن که
همین پدر مادری که داشتن با همدیگه بحث میکردن الان دارن از همدیگه معذرت. این عمل خیلی سازنده است. خیلی و اینا میتونن الگو بگیرن برای آیندهشون که خودشون هم که ازدواج میکنن چنین چیز رو حتما انجام بدن. خدا رو شکر. و دیگه این که بر یک دیگر حکم نکنید. حکم نکردن یعنی این که قضاوت سریع و عجولانه نکنیم، یعنی این که اگه قوی هستیم ضعفا رو زیر پای خودمون نذاریم و اگه این که چیزی در کسی میبینیم زود ایراد نگیریم، انتقاد نکنیم. اینا از صبر و بردباری میاد و درست. وقتی که صبر داشته باشیم زود عیب دیگران رو نمیبینیم و زود ضعف اونا رو به صورتشون نمیزنیم، به رخشون نمیکشیم. یعنی این که اگه میدونید اصلا کلن وقتی ما حکم میکنیم و قضاوت میکنیم که یا طرف مقابل رو خوب نمیشناسیم یا نسبت بهش محبت نداریم یا حسادت داریم جدا. پس واقعا وقتی حکم میکنیم اول خودمون رو حکم کنیم، خودمون رو به اصطلاح به دادگاه بکشونیم که من چرا دارم قضاوت میکنم یا حسودی میکنم به این شخص یا اصلا خوب نمیشناسمش، یه عملش رو بر من یه مسئله خیلی بزرگ کردم و یه پیش داوری کردم و محبت. اگر محبت داشته باشیم طرف مقابل رو اونطور که هست، همونطور که شما اشاره کردید، خواهیم پذیرفت. پس حکم و قضاوت نمی کنیم. اگر حسادت هم نکنیم حکم نمی کنیم. و یادمون باشه که کلام خدا هم میگه حکم نکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه ای که به پیمایید برای شما خواهند پیمود. پس موازه به این خصوصیت قضاوت کردن و حکم کننده خودمون باشیم. آمین. میخوام اینجا یکی دوتا نمونه ذکر کنم. مثلا زوجی که تازه ازدواج کردن چقدر راحت میتونن حکم کنن به اونایی که بچه دار شدن و بچه هاشون اونطوری که باید به نظرشون زیاد خوب تربیت نشدن و شاید در آینده همین زوج هم بچه دار بشن و ببینن که نه، زیادم تربیت بچه ها کار آسونی نیست و دست از حکم کردن بردارن. یا ممکنه کسی در بستر بیماری باشه و دیگران حکم کنن که شاید گناه مرتکب شده که مریض هست، ولی خدای نکرده اگه یه روز همین بلا سر خودشون بیاد میبینیم که اینطور قضاوت نخواهند کرد. و کلن کلام خدا ما رو دعوت میکنه که همدیگر رو محکوم نکنیم، قضاوت نکنیم، چون با یه انگشت که اونا رو اشاره میکنیم سه انگشت دیگه به طرف خودمون برمیگرده. بله. و اینکه داوری نکنید، چون که وقتی که میگیم داوری میکنیم داوری به ظاهر میکنیم. پس اگه داوری کردیم ما ظاهر شخص رو دیدیم، ولی خداوند تنها کسیه که هللویا باطن انسان رو میبینه. و چه کسی شکر. این اجازه رو به ما داده که ما از روی ظاهر شخصی کسی رو قضاوت کنیم و داوری کنیم. پس یادمون باشه که فقط و فقط خداوند داور عادله. خیلی دوست دارم این اسم خدا رو، داور عادل. داور عادله، چون اون میبینه قلب ما رو، باطن ما رو و انگیزه ما رو. هیچ کس دیگه نمیدونه. پس دوستان بیایید از مرام داوری استعفا بدیم و اجازه بدیم که این مسئله عادلانه فقط به عهده خداوند باشه و ما از این صفت کناره بگیریم. و خیلی مهمه که خودمون رو بیازماییم، ببینیم که واقعا ما این کار رو میکنیم، داوری میکنیم، در دل این گناه رو میکنیم و از خداوند بخوایم که ما رو کمک کنه تا از این کار دست برداریم. شکر. آمین. اگه وقت باشه میخوام یه چیز کوچیکم هم بگم. در غلاطیان باب 6 میگه که بارهای سنگین یکدیگر رو حمل کنید و بدین نو شریعت مسیح را به جا بیارید. اگه میبینیم که کسی در کلیسا، در خانواده خدا هست که باری رو دوشش هست که خیلی سنگینه، نمیتونه خودش حمل کنه، مشکلی داره، ناراحتی، نگرانی، چیزی، کلام خدا ما رو دعوت میکنه که ما هم سهمی داشته باشیم در بلند کردن این بار سنگین و بریم به کمکش. نگیم حالا خدا برکتت بده برو خوب داری میری، خوب داری بارتو میبری. نه، بیستیم و در حمل اون بار اونو کمک کنیم تا جایی که امکانش هست برای ما. چقدر مهمه. من که خیلی استفاده بردم.
خدا برکت یافتم و امیدوارم که همچنین شما دوستان عزیز. دوباره از شما خواهش میکنم نظراتتون رو، عقایدتون رو با ما در میان بذارید از طریق ایمیل یا تلفن، و همه شما رو تا برنامه دیگر از سری برنامه های مسیح در خانواده به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.